شما به اسپیس فارسی گوش می کنید با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت درود بر شما شنوندگان گرامی این پادکست خبری امروز سهشنبه 20 آگوست 2024 اسپیس فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون می کنم ادم بند رهبر حزب سبز در استرالیا میگوید که حزب او معتقد است که قوانین دولت برای انتصاب یک مدیر برای اتحادیه ساخت و ساز تهدیدی برای حاکمیت قانون است او گفت که در تهیه این قانون عجله صورت گرفته و افراد با محرومیت مادام العمر از کار در این صنعت روبرو خواهند شد بدون اینکه فرایندی از قبل برای اثبات هرگونه اتهامی علیه آنها وجود داشته باشد در همین حال در پی ادعاهای ناراحت کننده از قانون قرار دادن یک مدیر در اتحادیه ساخت و ساز موریوات وزیر استخدام و روابط محل کار میگوید از این ایده استقبال می کند. سایمن بیرمنگام سخنگوی امور خارجی جناه اپوزیسیون میگوید استرالیا یکی از کشورهای سخاوتمند از منظر سرانه اسکان آوارگان است، او میگوید تعداد افرادی که در سرتاسر سر جهان به دنبال اسکان بشردوستانه هستند بسیار بیشتر از مکانهای موجود در کشور است هزاران معترض حامی فلسطین در شیکاگو در نزدیکی محل برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات ها تجمع کردند تا موزه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال اسرائیل را محکوم کنند. معترضان از سراسر کشور از جمله بسیاری از جوامع فلسطینی و عرب در ایلینویز و ایالتهای همسایه گرد هم آمدند تا به حزب دموکرات درباره آرایی که انتظار دارد در انتخابات آتی آن را کسب کند هشدار دهند. یک گزارش جدید در استرالیا نشان میدهد که از هر چهار استرالیایی یک نفر دسترسی بسیار محدودی به خدمات مراقبت از کودکان دارد در حالی که 700 هزار نفر تقریبا اصلا هیچ گونه دسترسی به این خدمات ندارند. مؤسسه میچل در دانشگاه ویکتوریا دسترسی بیش از ده میلیون کودک به مراقبت از کودکان را در نه کشور ترسیم کرده است و روی را که دسترسی عادلانه تری را برای خانواده ها فراهم میکرد ردیابی کرده است. تجزیه و تحلیل کتابخانه پارلمان استرالیا نشانگر آن است که برای اکثر استرالیایی ها تقریبا دو دهه طول می کشند تا مبلغی را به عنوان مبلغ اولیه برای خرید خانه پسنداز کنند. در این تحقیق که به سفارش حزب سبز ها در کشور انجام شده ده حرفه رایج در استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است و درآمد این افراد بر اساس داده های اداره مالیات استرالیا داده های مربوط به وام مسکن بانک مرکزی استرالیا و داده های قیمت مسکن شرکت کور تجزیه و تحلیل شده است مواد شیمیایی سرطانزای احتمالی در منابع آب آشامیدنی سیدنی در سطوحی حتی فراتر از استانداردهای خارج از استرالیا یافت شده است. اگرچه یک کارشناس میگوید این یافته جدید به دلیل قرار گرفتن ساکنان در معرض این مواد از طریق یک رشته منابع دیگر دلیلی برای هشدار نیست. شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز سه شنبه 20 آگوست 2024 اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟